ګرانو قدرمنو د سپورت نړۍ پروګرام لیدونکو زه خپل د مینې او محبت ډک سلامونه تاسو ټولو افغانانو ته چې د نړۍ په هر ګوټ کې د موږ برنامه وینئ په نیک ساعت کې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله وي. خوشحاله یو چې نن بیا هم د تاسو سره یو ځای دغه برنامه مخې ته بیایو. هیله ده چې دغه پروګرام موږ تاسو ته تهیه کړی دی د تاسو د توجه وړ وګرځي. به نام خداوند یکتا و بزرگ، من هم سلام و احترام و ادب خدمت تمام افغانای عزیز خود به خصوص ورزشکاران گرامی دارم و طوری که مسجدان یاد کردن امیدوار هستیم از برنامه‌ای که ما برنامه ورزشی که ما بر شما تهیه و آماده می‌بینیم مورد پسندتان و قبولتان واقع گردد. خب یا هم ده هامبورگ خر وسیدن کو مختصتا سو اعلان ورزشی اعلان نلرو چې احمد شاه شاد تکواندو مایستر په امبور په خر کې شتایل سوب کې دی. تکواندو مکتب افتتاح کړی جوړ کړی دی چې په هر سنه سال نجونې او هلکان غواړي چې دلته تمرین وکړه. هر څوک چې علاقه لري کولی شي چې دې مکتب ته مراجعه وکړه او د احمد شاه شاه سره دغه سپورت مکتب وزي. او زم په دغه مکتب کې ما هم د میرمنو دپاره د خپلو پښتنو خویندو دپاره افغانانو ته د جمناستیک یو د ښځو ګروپ جوړ کړی دی چې د دوشنبې پر ورځ او د چهارشنبې پر ورځ د 15 بجو نه تر 16 بجو پورې په هفته کې 2 وارې جریان لري. هر څوک چې علاقه لري غواړي چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او خپل صحت و سلامتۍ ته توجه وکړه کولی شي راشي د مکتب کې ته د موسی د یو ځای دغه پروګرام مکتب وزي. په شتایل سوب کې هنګ اف سنتروم په د تکواندو په مکتب کې دی. البته دوستا به ارتباط اعلانا به تاریخ 6 مای دسامبر 29 مسابقات بین المللی تکواندو به نام پارک اوپن در شهر شتوتگارت آلمان دایر میگردد که محترم استاد فیضی و محترم استاد سحاک نماینده رسمی فدراسیون تکواندوی افغانستان در اروپا اینا میخواهند این مسابقات با شاگردای و افغانای عزیزی که آمادگی برشان گرفتن و آمادگی میگیرن اشتراک کنند. البته کسانی که تجارب مسابقات بین‌المللی را در خود میبینن و خواهش اشتراک به نام افغان زیر بیرق افغانستان دارن میتوانند که با محترم استاد فیضی، محترم استاد صاحب در تماس شوند و یا از طریق ما میتونن با اونا هم در تماس شوند. البته در پروگرام های بعدی ما زیادتر سرشان صحبت خواهیم داشت، ولی بازم توجه کنین که در تاریخ 6 مای دسامبر این مسابقات در شهر شتوتگارت آلمان دایر میگردد. خب باز هم یک اعلان یکی از ورزش قهرمان ورزشکار قهرمان که محترم عثمان انوری نه ندیم جان امیری سر صحبت میکنیم بعد از او باز سر انوری سر بردن. البته ندیم جان امیری که طوری که شما عکسشان در صفحه تلویزیون میبینین در ماه اکتبر 18 ساله شدن که از طرف کلاب که به اوفنهایم که در او کلاب اونا بازی میکردن به خاطر سالگریشان قرارداد پروفشنل امراشان الا تاریخ 30 یونی 2018 امراشان قرارداد امضا کرد. خب ما سرنزی جان زیاد صحبت کردیم، افغانای عزیزمون میدانن که ندی جان در بازیکن اونای سن تیم ملی در آلمان بودن و زمنان جوان بود که آرزوی فامیلش پدر و مادرش به این بود که این روز بخیر در پروفشنل برسه. البته ما چون شناخته که با محترم امیری سب داریم، با خواهر عزیز ما مادرشان داریم، با اونا امی آرزوشان بود، زحماتی که در طول عمر کشیده بودن به این بود که روز بتانه ندیم جان. البته به آرزوی خود رسیدن، ما هم برش تبریک میگیم، موفقیتشان رو میخواییم و واقعا ندیم جان در
اولین روزی که گام به 18 سالگی میمونه در پروفشنال داخل میشه، که بسیار افتخار است برای تمام افغانای ما، برای خودشان بسیار بسیار کم کس هست که دفتن 18 ساله میشه و در پروفشنال میه. یک آینده بسیار درخشان بسیار خوب در قبال خود داره و آرزوی ما، آرزوی فامیلشان برآورده شد، ولی آرزوی ما افغان ها، خصوصا آرزوی شخصی خودم است که ما روز بتانیم در جمله بازیکنای مثل مسی، مثل رونالدو جانی را ما داشته باشیم و ای امشالا میسر است، امکانات وجود داره، و بسیار جوان است، استعداد داره. استعداد داره، فقط فقط دعا به افغانای عزیز ما، دعا و تشویق که این جوان بتانه به این آرزو برسه، آرزوی ما. بله، ما به نوبه خود بر سالگره 18 سالگیش از طریق پروگرام خود بر ندیم جان قند مبارکی میتونم و بر مادر محترمش نجلا جان و امیری صاحب. ای پسر از شماست، شما به آرزوهایتان رسیدین، ما هم افغانا به آرزو رسیدیم. از خداوند متعال برش صحت و سلامتی، عمر دراز برش میخوایم، در زندگی خود همیش خوشبخت، آرام، موفق باشه و پیشرفت های زیاد برش خواهان هستم. البته جای افتخار است، واقعا ما جوانای به این جوانی و به این استعداد و به سیل یا به افتخار که بر افغانا حاصل میکنند واقعا جا افتخار است. و امشالا ما هر زمانی که ما برنامه هایشان باشه، هر گزارش ورزشی که ما ازشان داشته باشیم، امشالا با گوشزد شما افغانا در تمام جهان میرسانیم که تشویق شوند دیگه فامیلا، دیگه جوانا تشویق شوند. افتخار سلطنا بر فامیلش نیست، بر همه ملت افغانستان است. ندیم جان اگرچه در آلمان کلان شده، تولد شده، اما افغان است، به نام افغان مشناسن، به نام افغان است. افتخارش به کلگی افغانا، به کلگی ملت افغانستان میرسه. ما صحت و سلامتی برش میخواییم، موفقیت های هرچی بیشتر برشان. خب حالا میایم سر ورزشکار دیگه ما، شما که بله، این ورزشکار عثمان انوری، قهرمان جهانی است که اینیا 13 سال قهرمان اتریش هستند. بله، در کشور اتریش زندگی میکنند، 13 سال در قهرمان است. بله، در سال 2011 و تا 2014 قهرمان اروپا بود و در مسابقات جهانی جام جهانی سوم شدن، در مسابقات جهانی هم اشتراک کردن، مقام سوم گرفتن. مقام سوم گرفت و حالا فعلا و تاریخ 8/11 یا 8 نوامبر در اتریش در مسابقه داره در شهر وین، که کسایی که علاقمند هستن میخواین که ببینن مسابقاتشان در تاریخ 8/11 در شهر وین مسابقه داره، میتونین افغانا دوستا بر تشویقشان برین ببینین از نزدیک. البته این مسابقه در مسنجان گفت 8 نوامبر است، اینترنت یعنی تیکت نداره و ما داخل شدن رایگان است. امیدوار هستم که افغانایی که امکاناتش هست و بتانن بران برای تشویق جوانای خود. اینا در ماه نوامبر، البته در دسامبر مسابقات جهانی اشتراک میکنند. خب ما فکر میکنم که گفتنی ها بسیار زیاد است با انواری صاحب، به خاطر زیخی وقت پروگرام بهتر است که ما از خودشان سوال جواب کنیم، سوال جواب داشته باشیم. دیگر اگر شریف صاحب آماده باشند، و این جوان ماست که نام خدا به این سطح جهانی خود رسانده، سرخات بسیار زحمت کشیده، در اتریش زندگی میکنه. سوالات که وقتی که ما ارتباطات ما قایم شوه و تا که ایار شوه، یعنی ما سوالات از پیش خود داشتیم، سوالا میکنیم. اگر شما سوال دارین، بعدن باز تلفونا رو آزاد میمانیم، میتونین که امرای ما تلفنی سوال کنین.
بله، آن البته انوری صاحب تا جایی که ما اطلاع داریم فعلا امروز روز تمرین میکنه، آمادگی دو مسابقات بزرگ را در پیش روی دارم دیگه. سر خود زحمت زیاد کشته و زحمت اگر میکشه، افتخار است، یک برای افتخار افتخار است. افغان بله هستند به نام افغان به این سطح اینا رسیدن تا به سطح جهان که واقعا قابل افتخار هستند. خدا کنه که بتانیم رخ شویم. اما متاسفانه کارای ما کوشش کردیم که در تاریخ ما خود غیب سازیم از کار، بریم از نزدیک مسابقه شو ببینیم، اما متاسفانه نتانستیم. نظر به شرایط کار ما، اگر زندگی بود در مسابقات بعدیشان امکاناتش اگر پیدا کردیم میتریم، یا خودشان امکانات ازیر پیدا کردن که بیاین اینجا لایف در پروگرام باشن، بر سوالات شما، بر نظریات شما جواب بتن. کدام پرابلم تکنیکی است که کمک تال میخوره؟ خدا کنه که دوباره ما پس عیار شوه این پروگرام که ما امرایشان در تلفونی صحبت داشته باشیم. ما که امرای انوری صاحب در تلفونی صحبت داشتیم، انوری صاحب ازدواج کرده، دو طفل دارن، نام خدا اولادای بسیار مقبول و فامیل بسیار خوشبخت هستن. انوری صاحب که سوالا ما امرایشان تلفنی که صحبت کردیم یا زیاد سر مسائل تمرینات و غذا و خود بسیار صحبت کرد، اما هر کس که به هر رشته ورزشی که کار میکنن و پیش میبرن، یعنی زحمت های زیاد دارن، زحمت میکشن، نام خدا به او عضلات که اینیا پیدا کردن و اونو وجود خدا عیار ساخته، یعنی کار آسان نیست. الو. بله بله، سلام علیکم. سلام انوری صاحب، صحت شما خوب است؟ الحمدلله، شما خوب هستین؟ تشکر، لطف کنین سلامت باشین. یک لحظه ببخشین، منتها عکس انوری صاحب چیزشان نمیه، ویدیوشان نمیه، تصویرشان. امیر اگر ببینی شریف صاحب چی مشکل است؟ خب بنابراین ما شما صحبت میکنیم، شریف صاحب کار میکنن، ماندای سپورت شما فکر میکنیم در تمرین هستین؟ ما بله بله در تمرین هستیم، ولی دیگر گفتیم باید استاپ کنم. بله تمرین تمام شدیم بخیر، دیگر اثر بگو آماده با چیز شما هست انشاءالله. بله خب خطا شدن دو چیز کنید شریک سر، اگر همیشه اکس هایشان رو پرتین رو تو صحبت میکنیم. ایچ صدا نیست، ایچ چیز نیست، ایچ چیز نمه. خب قطع شدیم، دوباره پس شریف سر کوشش میکنن که اونا رو پس دوباره در روی خط بریم. ما البته سوال های راجع به مسابقاتش، راجع به قهرمانی هایش، راجع به گذشته هایش که تا کدام در کجا اشتراک کردن امرایشان خواهیم داشت. مشکل تکنیکی وجود داره، معذرت میخواهیم. دیگه بر صورت اگر تصویرشان نمیه شریف صاحب، خیر شما عکسایشان پرتین و ما امرایشان تلفنی صحبت میکنیم. خب انوری صاحب هستین شما در لاین؟ بله بله ما هستم. خب انوری صاحب، شما تاریخ امی شنبه در شهر وین که تاریخ 8 میشه مسابقات، در مسابقه این مسابقات در کدام سطح است انوری صاحب؟ اگر لطفا کمی تشریح کنید. این مسابقه که از بای بیس ها به سطح بین المللی مسابقه فدراسیون اسیا است. بله بله بله، شریفی صاحب بهتر است همون تلفنی صحبت کنیم، قطع شد. بله قطع شد، بهتر است که تلفنی صحبت کنیم.
مزرعت میخوایم بیننده های عزیز، ما میخواستیم که تصویرشان نشان بدیم چون پرابلم تکنیکی است، نمیشه کدام عوارض داره. ما میخواییم تنها در لین داشته باشیم، امرایشان سوالات خود شروع میکنیم و وقت البته قبل از پروگرام ما همه چیز چک کردیم، کنترل کردیم. بگی اینا رو آمد تصویرشان آمد شریف صاحب، همه چیز درست شد. بله انوی صاحب پس گل شد. خب انوری صاحب، شما انوری صاحب طوره که ما اطلاع داریم شما تقریبا در حدود 13 سال قهرمان هستین در شهر در کشور اتریش. میشنوی صدای ما را؟ بله میشنوی. اگر شما لطف کنید، شما از کدام سال در اتریش زندگی میکنین و از چند سالگی به سپورت زیبایی اندام شروع کردین؟ خب بسیار خود، من سلام خدا اول به تمام دوستای عزیز و افغانان گرامی که در به حساب در خارج هستند و در داخل کشور هستند، سلام خدا به همگی تقدیم میکنم. بعد سلام، من سال 2003 در کشور اتریش زندگی میکنم و از سن 17 سالگی در ورزش بادمینتون شروع کردم. بله، قبلا کجا تمرینات شما بود در افغانستان؟ ما بایست پیش از سپورت بادی بودتنگ ما بوکس میکنم. بله بله، سن برای خیلی کامل همه جان بوکس میکنم، بازت وقت که بایست فامیلی پرابلم پیدا شد برای با تمام اعضای فامیل دارم تو که بوکس موکس بله، صدا صحیح نمی، صدا قطع وقت میشه. بهتر است امیر از طریق تلفن اگر بتانیم چیز کنیم، چرا صدا انوری سب قطع میشه چون انترنت فکر میکنم بسیار ضعیف است، صدا قطع میشه، فهمیده نمیشه. بهتر است که در تلفن میکنیم، تلفنی گپ میزنیم. از طریق وایبر پس بار زنگ میزنیم، ما امروز شما پس صحبت کنیم. خوب صحیح نفس، اما شاید ما نفهم بس دارم یک کنم نقص تخنیکی وجود. خوب نفس دارم ویلان اما من تا در اینجا صدا قطع قطع میشه، فامیده نمیشه، تصویر شور میخوره، صحیح صحبت تان فامیده نمیشه، مذرت میخواییم. خوب شریف صاحب، ما خواهش میگم خیلی صحیح صد، بخیر درست، از طریق تلفن صحبت میکنیم. انشاءالله باز که ما آلمان آمدم صحیح بخستم. آبی، حالا صدا صحیح شد؟ بهتر شد؟ خب کمک بهتر شد، حالا پس باز مذرت هم از بیندگای عزیز مذرت میخوایم. انواری صاحب، شما در مینی زیکا خود اتریش مسابقه داریم، بعد هم طور که اطلاع داریم شما در مسابقات جهانی در هندوستان میخواین اشتراک کنین، نمیره اگر کم تشریح کنین صد. بعد مسابقه که فعلا به شروع دارم مسابقه انترنشنال آسیا کپ است که به حساب از 24 مملکت به جمله کشورهای اروپایی و از اردن، از مثلا از اوکراین، از کشورهای میدل ایست که میگم، از اونجا اشتراک کنندگان است که به حساب از دبی هم یک چند اشتراک کنندگان است. من اینجا به حساب مسابقه بین‌المللی اشتراک میکنم دیگه، به حساب کوالیفیکاسیون برای جام جهانی است. اما ما که کوالیفیکاسیون شدیم باطر که مسابقه جام اروپا را ما که برده بودم به حساب کوالیفیکاسیون شدیم، اما این مسابقه را باید ما بتم بگرد بخد تاریخ 8 روز شنبه یعنی بله تاریخ 8. البته ما امیدوار هستم که افغانای ما طور که ما اعلان شما را دیدیم اینترنت فرای است، تکت آزادانه میتونن داخل شوند و ساعت 11 بجه مسابقه شروع میشه و بیان شما رو تشویق کنن. امیدوار هستم کسایی که در وین و اطراف وین زندگی میکنن و امکانات دارن در اروپا بیان در این مسابقه اشتراک کنن. انوری صاحب، راضی به مسابقاتی که در هندوستان است، مسابقه جهانی، اگر دیگه کمک معلومات بتین بر بینندگان تلویزیون؟ بله، این مسابقه به حساب جام جهانی که در کشور هندوستان است، مسابقه است به حساب از فدراسیون بود بادی بیلدینگ فیزیک فدریشن،
WBBF میگه که هر سال در مملکت میشه بله گذاشته به تایلند بله دیگه سال به سال بله انگری بود در تمام کشور دنیا که هست بله برپا میشه مسابقه امسال در هندوستان است که از افغانستان هم فضل خدا بسیار نفر ها میاد به حساب تیم افغانستان هم میاد از دیتریش ما میریم خیر باشه دیگه مسابقه جهانی است که به طور به حساب عمومی از تمام فدراسیون ها میتونه در این آسابانه اشتراک نوری صاحب شما ببخشین امیل لحظه شما راجع به افغانستان و فدراسیون از افغانستان صحبت کردین آیا شما کدام وقت تو دعوت شدین یا ارتباطات شما با فدراسیون هست از تجارب و از قدر امکانات که شما دارین آیا اونا خواستن که استفاده کنن کانتکت ارتباطات هست؟ شرکت محترم ما با تمام ورزشکارای به حساب که در افغانستان هست و خصوص بادی بلدین دوست هم هست فرد خود رئیس فدراسیون بار و تک و معاون فدراسیون آقای صاحب عبدالفرید هست دیگر آقای صاحب عبدالرحمن حامد هست که از اونها صحیح کانتاک دارم همیشه در تماس بودیم مسابقه هایی که مثلا می رفتن همیشه با ما در تماس هستن که با جمعه هم یا نه من همیشه در تماس هستیم فرد خدا دیگر ارتباطات ما واقع بسیار خوب است دیگه امیدوار هستم که من بخیر یک دفعه بیام افغانستان اشتراک کنم به مسابقه افغانستان و مسابقه به حساب خارجی هم داره اونا دیگه به اونا کانتکت ما واقعا بسیار خوب است و اونا درخواست هایی که مثلا اگر معلومات هایی که به حساب اینجا باشه از ما آتانون همیشه و تماس هستیم و معلومات هر چی که بوده برایشون ما گفتیم اگر ما کار دیده چیز اونا برای ما گفتن دیگه وقت ارتباط ما فعلا خوب است بعد نیست بله انواری صاحب محترم شما که چی دارین ارتباط دارین تا حال کدام مسابقه به نام افغانستان زیر بیرق افغانستان کدین یا میخواین در آینده به نام افغانستان مسابقه بتین؟ با نام افغانستان افتخار میکنم هر وقتی که مسابقه بتم انشاءالله مسابقه حتما میتم دیگر فعلا به نام تریش مسابقه میتونم که اینجا زندگی میکنم نامخدا افغانستان خودش دیگر نامخدا قهرمان های وقت که خیلی خوب دارم دیگر ما خود ما افتخار میکنم منعیش اگر افغان که هر وقت باش انشاءالله اشتراک میکنم امسان بخیر دیگر در هندوستان بریم اونجا انشاءالله مسابقه جام جهانی است در اوجه دیگر اگر رضای خدا باشه انشاءالله که در اوجه خود اشتراک کنم به نام افغانستان بله بسیار خوب انواری صاحب شما در مسابقات جهانی هم اشتراک کردین در کدام سال اشتراک کردین و کدام مقام گرفتین؟ بله من در مسابقه جام جهانی در سال 2011 که در کشور ماندزیا بود اشتراک کردیم که به حساب مقام سیوم نصیب شده بود دیگر برونز مدال گرفتیم ولی امسال دیگه آمادگی مقام اول دارین بخیر خداوند کریم و رایق از دیگر پای بسته کردیم دیگر چیزی که خود خداوند تعیین کرده باشه دیگر ما خود انواری صاحب ما که شما را ویدیوهای تا ندیدم عکسای تا نمیبینم نام خدا به این اندام به این عضلات که دارین موفقیت بیشتر برتان میخوایم این ما سوالات برای ما خلق شده که در جرمنی ما جوانا را که میبینم میرن بر فتنس استودیو یا جایی که بر ورزش بر زیبایی اندام که میرن دوپینگ میگیرن آیا این دوپینگ ها برای صحت شان خوب است یا نه یا از نگاه غذا و خود تقویت کنن غذای صحیح بگیرن اما چیزی که وجود ضرورت دارن پروتئین اینا از طریق غذا بگیرن یا از این دوپینگا بگیرن بهتر است شما چی نظر دارین چون اینا می رشته تان است می تحصیل کردین به این سطح رسیدین بله دای رشته که اگر من صحبت کنم تا سو نخواد خلاص شم بله. اما سپورت که میتنیم سپورت به این مانا میتنه که نه خدا خراب بسازیم بله. سپورت مانایش اینه که نه صحت باشیم سلامت باشیم بله. نمونه با کسای دیگر باشیم بله و سپورت که مثلا کسی که از دوپینگ و از این چیزا استفاده میکنه اصلا دو سپورت نیست او دیگر یعنی میزنه مثلا با گل با عوض او که تیزا با کس پرده بله با جان کس آنها خنفس میکنن مثلا ما که سپورت میکنیم سپورت ما به حساب رشته قانونی میباده بودن که هست ما خود مسابقه بین المللی که میتونم هر سه ماه
فدراسیون بادبیلدینگ اتریش بله هر سیمو چک باید تست خون خدا ما برشان بدن که به حساب دوپنگ دوپنگ هر چیز نگرفته باید باشن. آزاد باشه، یعنی فری بله باشه، بله یعنی هیچ چیز پوزیتیف نباشه بدن. بله و هر ورزشکار که مثلا که سپورت میکنه غذایی را که ما مثلا استفاده میکنیم این غذا اصلا به حساب غذای نرمال است. یک آدم نرمال هم مثلا نان میخوره بله با ما به حساب فرق میکنه، مثلا همین غذا را که همین برنج و گوشت که ما میخورم یک آدم نرمال هم میخوره. بله اما ما باید به حساب خواص شبفهم که چقدر باید روزانه پروتئین استفاده میکنیم، چقدر کارب استفاده میکنیم، چقدر ویتامین استفاده میکنیم، چقدر اشکور المنت و دیگر ویتامین هایی که بدن ما ضرورت داره. بله دیگر و یک ورزشکار با سوسات نرم زرده داره به حساب آلمانی که با فارسی با غذای کمکی بله. غذای کمکی است که به حساب ما میتونیم استفاده کنیم از پروتین، از کراتین، از امینو که در بازار نرمال فروخته میشه که به حساب از طریق میخواد وزارت صحت عامه اتریش یا هر مملکتی هست و هر هفته چکم میشه بله. اگه چک نشه دکان یا مغازه که هست بسته میشه. اما کسایی که از به حساب یکان چیزهای دیگه به حساب استروید که میگه یا دوپین که میگه از او که استفاده میکنه این اصلا به حساب بدن خود مثلا دپای خود تیشه زبان هست. بله اگر هر کسی که مثلا از این چیزهایی که استفاده کنه او به حساب از این که ورزشکار خوب شود از او یک سال صحیح جور میشه، عضلش خوب میشه، مثلا قوی میشه، بهتر میشه، اما یک سال بعد دیگه کل چیزش از بین میره، معده به حساب فرزگ میشه، یعنی از بین میره، روده به حساب گرده شش کل چیز از بین میره تمام میشه، یعنی دیگه هیچ حالت جذب کردن مواد غذایی را بدن نمیتونه که داشته باشه. خب تشکر از معلومات. و یک سوال دیگه ما از شما دارم، وقتی که وجود شما به این عضلات جور شده و درست شده آیا شما قد نظر وقتی که یک هر انسان نظر به قدش باید وزن داشته باشه، شما که به این وزن هستین به کدام وزن هستین و در وجودتان چقدر عضل است و چقدر چربی است و چقدر آب است؟ وجود یک انسان از آب و عضلات و چربی جور شده. در وجود شما به این قد اندامتان چند است، وزنتان چند است و چقدر آب و چقدر عضلات و چقدر چربی دارین؟ بله هر ورزشکار که هست باید یک اشپورت ارز که یعنی دکتر سپورت داشته باشه. بله من خودم به عوض یک تا سه تا دکتر فلخور دارم که به حساب یکیش فیزیوتراپیست هست، به حساب که مساج بله. یک هست، یکیش دکتر است که به حساب خون و به حساب الگ ماینر ارز هست که تمام بدن یعنی چک میکنه. بله دیگر هر سه ماه یا هر سر مسابقه که میشه یک وقت است که به حساب آف بان میگه بله. یعنی وزن بالا کردن و دیگه شم به حساب دیفینیشن که به حساب خوش کردن بدن. بله به حساب ام وقتی که شروع میکنیم به حساب آف بان بدن هم چک میکنیم که چقدر چربی داریم، چقدر عضلات داریم، چقدر آب داریم. بله باز وقتی که به حساب خوش کردن هم میریم همو وقت هم چک میکنیم. قد ما که است 1.70 است. بله. ما باید به حساب نرمال داشته باشم از یک و به حساب 70 تا 85 کیلو وزنم باید باشم. از اون زیادش به حساب او بگیویخت است. بله. اما به حساب بادی بلدر که به حساب بادی بلدنگ یکی بادی بلدنگ است دیگه بادی کلاسیک اتلیتیک فیزیک به حساب بادی بلدنگ ما باید وزن زیاد باشه با سپس وزن خود کم میکنم. مثلا یک وزن نرمال که هست در حساب وقتی که وزن خود زیاد میکنم 108 110 کیلو وزن است، اما او به حساب او باگی ویخت است، اما او به حساب دائمی نیست. بله به حساب سه ماه است که او وقت مسته یعنی هم ازاله را جور میکنم. باز وقتی که سر مسابقه میشه پس در مولت نرمال خود میم فعلا 91 کیلو وزن است. در جانم که است 84 که ما به حساب چک کردیم یک دو ماه پیش 84 فیصد ازاله است، 84 62 فیصد آب و 3.8 فیصد چربی است.
بسیار خوب، اصلا چربی هیچ نیست دیگه، چربی هیچ نداره دیگه. چربی باید، یعنی همین قانون سوپر که چربی باید نباشه. اگر چربی باشه دیگه فرق ما و یک آدم نرمال حساب نیست دیگه. نه باز از الله خدا نشان نمیده چربی خدا پت میکنه. بله بله، اونم او کس اینا مثلا امی دو روزه که از صبح دیگه صبح امی او بدن کس به حساب انتویسترون میگه، یعنی آب خوش کردن، آب از بدن ما باید آیستا آیستا دیگه آب باید از بدن خود خارج کنیم، به حساب دستر استیج که باید خوش باشیم. بله. نه بدن ما آب داشته باشه نه چربی، تنها از الله باید ما باشیم. بله. البته شما میل نواقص امی دوپینگ نواقص یاد کردین که جگر گرده و شوش و بعضی چیزها را از فعالیت مندازه یا نواقص برش در مرور زمان میاره. باید ایره یاد کنیم که در این ماه قبل در هامبورگ یک جوان بسیار جوان که فامیل داغدار ساخت، البته اونا هم فتنس میکردن رفته بودن، طوری که شنیدیم از این مواد غلط یا استفاده کرده بودن و یا که اضافه گرفته بودن، شب آمدن و از تمرین آمدن شب خانه جور تیار دفعتن آلت برشان آمده که گفتم که جای بجای قلبشان کفیده دیگه رفتن این دنیا را لبیک گفتن. امی پروبلم اصلی امی چیزی که شما تشریح کردن که یه امیدوار هستیم که بتانیم ما شما را در برنامه داشته باشیم سر از این موضوع که امروز شما مطلع دارین که بسیار جوانای افغان ما میرن و در این راه در این رشته داخل شدن و به اشکال مختلف ورزش میکنن و از این مواد ما خودم با چشم خود دیدم کسایی هستن که ورزشکارهایی که میبینیم از این مواد به اشکال مختلف برشان دادم، هر کس برشان میگه اما اونا تجارت خودم میکنن، این از سیستم به شکل درسته که باید استفاده شوه، چقدر باید بگیرن روزانه، چقدر باید بگیرن، از کدامش بگیرن، اینا را صحیح اطلاع ندارم که باید معلومات کافی برشان داده شوه. بله، اول خواه از خداوند متعال برادر ما را که فوت کرده خداوند جنت ها را نصیبش کنه که بچه جون بود، اما مردن خواه به هر طریقی که کس میمره خواه یک وسیله به اسلام یک چیز میشه. بله. یکی میگه در موتر مرد، یکی میگه در فتنس مرد، یکی میگه در دوپینگ مرد. بله. اما به حساب که به حساب تیوری که مثلا ایک را هفته در فتنس سنتر بعد از فتنس سنتر که این اتمن کدام به حساب کدام پرابلم داشته و این را که هر چی که گرفته او را خود میفهمه، اگر قلبش ضعیف بوده یا مثلا امی تاثیرات هر دوایی را که گرفته او را خود میفهمه، اما مطلب است که بدن که آماده نباشه، مثلا یکان کسایی هست که سپورت را شروع میکنه یک ماه، بعد از یک ماه میگه باید از ما آرنولد شوارزنگر جور شد، این اصلا غلط است، این به حساب آلمانی که بودم این اوبترای بنسته بیخی. ما بسیار دوستا و بسیار افغان هاست همینجا بسیار ما تایید هم میشه که دیدیم ما نشته کردیم در سایت های خود که هر چیز که میکنین به حساب اول از کم کم به حساب که استیپ به استیپ، اگر مواد مثلا اگر پروتین همین گوش خوردن زیاد نقص میکنه، آب خوردن زیاد نقص میکنه، نان خوردن زیاد نقص، هر چیز به حسب اندازش، هر چی که از اندازه زیاد شد آدم تباه میکنه خراب میسنه، اگر هم دوا گرفته حتما کدوم چیزی که گرفته قلبش ضعیف بوده به حساب بدنش او را آماده گرفتن از او نبوده، اصلا او را که گرفته تمرین گرفته به حساب قلبش عاجل هرت انفرکت کرده، قلبش استاد شده یا هیرن انفرکت کرده که به حساب سکته مغزی میگه، موادایی که مثلا اگر او اگر از دوپینگ استفاده کرده باشه خب به حساب جانش حتما آماده نبوده، شاید شروع کرده باشه در سپورت به حساب نو شروع کرده باشه، اگر مثلا کسایی که از پروتین و کراتین و امین و سایر چیزا استفاده میکنه اول یک سال دو سال صحیح تمرین کنه جانش آماده از این باشه که مثلا پروتین گرفته بتونه یا نه مقدار کراتین گرفته بتونه، بعد از اون بتونه مثلا نمیشه که یک طفل مثلا 3 ساله را کس یک به حساب یک چیز داغ دادش بوده او خوب بشاره نمیفهمه و میگیره و میسوزه، اما همین کسایی که مثلا نو سپورت شروع میکنه هیچ کس نمیفهمه که نام یک دوا رو نمیفهمه که او برای چی است، برای چی استفاده میشه و نواقص جانبی از او اصلا چی است، اما قدر دگوشش میرسه که اینمی خوب است برای قوی میسوزه، اما او را نمیفهمه که یک قوی ساختن از او چقدر نقص دیگه داره. بله. اول هر چیزی که میگیرن باید صحیح دقت کنن که او چقدر فایده داره، چقدر نقص داره، چقدر ویتامین داره، چقدر شکر داره او،
و چقدر نقص جانبی داره. بعد از اون میتونه استفاده کنه. اگر بله نفهمه اونمو باعث میشه که خدا خصا او فکر میکنه که نمی صرف قیم میکنه مرا، اما مغزش از بند میبره، بدنش از بند میبره، جگرش از بند میبره، اونمو نقص میکنه که باعث میشه خدا خصا کسی که داخلانه به از این چیز خبر نگه، یک دفعه اک سکته میکنه. بله بله. یک چیز پیش میشه. بله. بسیار زیاد تشکر انوری صاحب، لطف کردین از یک وقت در وقت گرانبهایتان برای ما دادیم و از مصاحبه امروز ما کردین، سوال های ما را جواب دادین. شما گفتنی داشته باشین برای جوان ها و برای وانا کمره در اختیارتان است، میتونین صحبت کنین. جهان سپاس. اول تشکر از خود شما یک جهان دیگر، از ما با تمام دوستای عزیزم، با تمام افغان ها، با خانم ها، با جوان ها، با بلند سال همیست که از ورزش کردن صحت و درای بایستا صحت و سلامتی که استفاده شده نه که سپورت کنیم خدا خواستم مثل خود در جوانه که خدا خواستم از باید به این رقم اگر کنیم ایش بدن میخواه سپورت کنیم که صحت باشیم، سلامت باشیم، صحت کنیم که باعث سلطه و آرامی وطن شیم، یک چیز شیم که کلگی بگه ولی نه ای اگر افغان بود مثلا یک مثال شاییم با تمام دنیا، یک افتخار باشیم. بله. خواهیم از تمام افغان ها، از جوان ها، نو جوان ها، از همشیراب که از سپورت در صحت که به حساب فعلا تمام بخون در شفخانه کار میکنم، در شفخانه در اتریش بخون در شفخانه کار میکنم، به حساب پرسونال ترینر هم هستم دیگر، فعلا تمام دکتر و همی وصلی شیره میسته که می فرقی که مریض میشه به حساب کلسترین، چربی خون، کمردتی، استوان میگه برو فتنس بود. بخاطر که اونو فهمیدن که سپور از سپور که به دوای بهتر به یک انسان هیچ چیز نیست. واقعا. واقعا. بسیار زیاد تشکر انواری صاحب، لطف کردین. بازم شاید ما شما در برنامه لایف خواهیم داشت. بسیار یک برنامه مکمل که تمام سوال ها را پیش از پیش باید با هم ترکت و که سوال هایی که بیننده ها و دیگه افغان های ما دارن، دارن و است. میخواین و آرزو دارن که از شما بشنون. امشال شما را خواهیم داشت دیگه. بسیار زیاد تشکر، لطف کنین، موفقیت تانم میخواهم در مسابقه ها. بازم امیدوار هستم که افغان های ما در تاریخ 8 نوامبر در شهر وین ساعت 11 بجه بیاین و شما را از نزدیک ملاقات کنن و شما را تشویق کنن. بسیار زیاد تشکر، لطف شما. یک جهان از خود شما یک جهان بسیار ممنون. بسیار زیاد مدد میخوام که به حساب تلفن به دستم یک کم لحظه و این چیزا مکس در حواظ بودک دیگه. ما مدد میخوام با امو بیچارگی خود شما را خدا صحت بده دیگه. از تمام افغان خود هم میره بینیم، دعا میکنم که دعایشان پشت ما باشه که در مسابقه جهانی بخیر دیگه. همین آرزوی ماست بخیر یک چیز صحیح را بگیریم. همین در کس که دعا میکنه دعا را کنه دیگه. انشاءالله کلگ افغانا پشت شما هستن، برای شما جوانا، برای شما قهرمانا دعا میکنن، دعایشان پشت سر شما هست. و ما میخواستیم انوری صاحب که بیاییم مسابقه را از نزدیک ببینیم، از نزدیک فیلم برداری کنیم. متاسفانه شرایط کار ما امکانات بر ما نشد که بیاییم. انشالله اگر زندگی بوده یکی از مسابقه هایتان از نزدیک میاییم، میبینیم حتما. و آرزو داریم که در این نزدیکی ها مهمان برنامه باشی که بیننده های ما سوال های زیاد دارن، بر جوان های ما گفتنی های زیاد داشته باشین. یک جهان تشکر از اینکه وقت تانه بر ما دادین، امرای ما مصاحبه کردین. تشکر، موفق باشین، موفقیت های تانه میخواییم. شب خوش باز شما میخواییم. خلاوات باشیم، شبتون خوش. از شما تشکر. خدا حافظ. خب بیننده های عزیز، بازم معذرت که در اوایل کمک سکتگی در آمد و به ارتباط ما خواستیم اونا را خودشان مستقیم لایف بیاریم و چهرهشان و در جایی که بودن، باز معذرت، مسائل تکنیکی است، نو است. انشاءالله در پروگرام بعدی کوشش میکنیم که بهتر و خوبتر شوه. یک امتحان کردیم که چطور میتونیم از طریق فایبر میتونیم که آیا ورزشکارا را بیاریم و روی خط بیاریم و بتانیم هم رشان صحبت کنیم. شریف صاحب، شما می یک ویدیوی انواری صاحب انداختین، یک ویدیوی که از مسابقات قبلیش بود، اگر اون رو کوتاه پرتین که بینده ها ببینن.
و ضمناً در پاریس تلفن ها را هم میتونیم جواب بدیم. پروگرام ورزش بفرمایید. بله. سلام علیکم. سلام برادر، خود معرفی کنید از کجا صحبت میکنید؟ خطا شدن. پروگرام ورزش بفرمایید. خود دوستان که اگر سوالات داشتن میتونن زنگ بزنن، ما در اختیار هستیم. از راجع به انواری صاحب، راجع به ندیم جان امیری، دو ورزشکار قهرمان ما که امروز ما شما را اونا را به معرفی گرفتیم، البته معرفی بودن و باز هم ما اونا را از مسابقاتشان، از کارهای نوری که انجام دادن بر شما یاد کنیم. اگر سوال داشته باشین تلفون آزاد است در هر بخش سپورت، اگر میخواین که صحبت داشته باشین، معلومات داشته باشین. البته از مسابقات قبلی انواری صاحب است که کمک خوبتر بینده های عزیز که ببینن که انواری صاحب قهرمان در اتریش، قهرمان اروپا، زیاد کار کردن، زیاد زحمت کشیدن به این سویه رسیدن. انسان گپ ساده نیست، یک عمر زحمت پشت کار و واقعا دیسپلین ورزشی کار داره که بتونه آدم به این سطح در جهان یا اروپا یا در کشور برسه. چرا در این شرایطی که ما میبینیم در اروپا در هر نقطه، در هر کوچه یک فیتنس استودیو هست و زحمت میکشن. پروگرام ورزش بفرمایید. بله، سلام علیکم. سلام برادر، خودم معرفی کنی از کجا صحبت میکنم؟ از امریکا صحبت میکرم، مقصود صفا هستم. سلام به شما و با همکارتون و همشون با آقای شریفی. لطف کنید صفا صاحب، بسیار خوش آمدید، بفرمایید. خاطر تشکری کنم از شما و از این مصاحبه مقبول متواو که آقای انوری صحبت کردن. لطف کنید. و یک تشویق بسیار عالیه برای جوانات و شمول خودم. من خودم هم بازی بلدنگ در جرمنی یک زمان 22 سال پیش کار میکردم. هر حال خواستم که از شما تشکری کنم و اگر آواز مرا بشنو آقای انوری برش فیسبوک فرم آمد، من خواهش ما از هموطنهایی هست که اگر برن به این مسابقه تشویق روحی و جسمی برای آقای انوری می باشد در مشاره که زندگی میکنن. فکر کنم که بسیار یک روحی خوبی برای یک ورزشکار میته که اگر ببینه تشویق و سرصدای هموطنهایش باشه. وقت شما رو نمیگرم، از شما تشکر، برنامه بسیار خوب، برای آقای شریفی هم سلام احترامات تقدیم میکنم. میشنوان نمان میشنوان، سلام بر شما هم تقدیم. تشکر از تلفون تان از تماس تان. تشکر، تشکر. وقت شما رو نمیگرم، آقای شریفی اگر در فیسبوک ما برم یا یک وایبر کردم ما تماس بگیرم، من که از عکسای 18-19 سالگی که بادی بلدنگ میکردم، اگر وقت امکاناتش باشه بانن، شاید فکر نکنم که از باور کنه که هم گپ پیشتر آقای انواری بود که دوپینگ و هم چیزهای غیر طبیعی که از الان بزرگ میشه و نقص میکنه و با دادن وجود بدن بعض نقصهایی داره. من اگه اکس فکر کنم وقت برنامه شما نباشه، باز بابر آقای شریفی که شما ببینین حتمی برشان راهی میکنم که ببینن. تشکر، بسیار زد تشکر، لطف کن، شب خوش، خامل سلام است، تشکر. پروگرام ورزش بفرمایید. پروگرام ورزش بفرمایید. بله، سلام علیکم. سلام برادر، لطف کنید تلویزیونتون رو پخش کنید، خودم معرفی کنید. بله بله، بفرمایید. ما در مشنیم، خود لطفا خودم معرفی کنید برادر. ما دوباره با تماس شدیم، مشرف شدیم، خودم معرفی کنید برادر. ما از دوباره با تماس شدیم. بفرمایید. نام ظریف است. ظریف جان بفرمایید. شما بسیار خوب برنامه است. تشکر، لطف شماست. اما از دبی تماس گرفتیم. ظریف هستم. ظریف جان بسیار خوش آمدین، بفرمایید شما سوال داشته باشین. از تلویزیون تا نشنوین، مستقیم امرای ما صحبت کنین، تلویزیون تا پخش کنین، چون صدای تلویزیون هم نشنوین باز پس تکراری صحبت میشه. بفرمایید ظریف جان.
ما آقای احمدی رو دیدیم، بسیار خوشحال شدیم. آقای رفقان ما به این سطح رسیده بسیار برای ما افتخار است. واقعا واقعا افتخار تمام افغانستان. بله ما همه پتین به حساب خوب چیز نیست، همه ترقی همه استفاد خوب شد خوب است، اگر نه در غیر از اون بر انسان ضرر میرسانه. بله تشکر. بله خب ما یه وقت شما رو نمیگیریم، بسیار یک برنامه زیبا برنامه خوب است، خوشحال شدیم دیگم بعد شما رو ما دیدیم. لطف کنید برادر، تشکر از تلفن کنم بسیار زیاد تشکر. تمام افغانای ما رو دبی سلام میرسانید. لطف کنید، خداحافظ شما. پروگرام وزش بفرمایید. پروگرام وزش بفرمایید. الو سلام تسلم بخواست. سلام برادر بفرمایید. آجما خوب است که در پروگرام میتوانم شرکت کنم؟ چی میخواید؟ میتوانید صحبت کنید بفرمایید. قطع شدن. پروگرام وزش بفرمایید. پروگرام وزش بفرمایید. بله 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 بفرمایید. بله بفرمایید. خدا معرفی کنه از کجا صحبت میکنه. سلام برادر. بله سلام. بله ما میشنویم صدای شما را، خدا معرفی کنه از کجا صحبت میکنه بفرمایید. صدایتان محترم درست نمه، کمک بلندتر صحبت کنید بفرمایید. کم بهتر شد بفرمایید. نه ولی برای ما درست نمیاد. دوباره زنگ بزنید. لطف کنید. بله دوباره زنگ بزنید. پروگرام ورزش بفرمایید. پروگرام ورزش بفرمایید. پروگرام ورزش بفرمایید. سلام بخشید. پروگرام ورزش بفرمایید. بله پروگرام ورزش بفرمایید. پروگرام ورزش بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام برادر، خود معرفی کنید از کجا صحبت میکنید. خواجه سفیر هستم. ما سلام فکر میکنم درست شد. حالا بسیار بسیار واضح بشه. از کجا زنگ میزنید شما محترم؟ ما از خواجه سفیر هستم، از کشور سلواکیا زنگ میزنم. برادر بفرمایید، خوش آمدین به برنامه. خوش باشی، زنده باشی. تشکر از برنامه قشنگ زیبای دمیشد. ورزشگاه شما کم ورزشگاه را تشویق میکنین، کار خوب میکنین. خواستم یک تشکری کنم از خودت و بیشتر ورزشگاه را دیگه ما را گفتم نمیفهم اسمش هم از یادم رفت. از از فوتبال میگه ندیم جان امیری؟ نه نه پیشتر از انواری صاحب. انواری صاحب عثمان انواری. بله ورزشگاه خوب بود. برتباط دیگه بر ارتباط مفید ورزش براتان باید بگویم که چشم دیده خودم از استاد محترم. من چند وقت پیش مریض بودم، کرویات خون سفید ما پایین بود. مشنوی؟ بله همین کرویات خون سفید ما پایین بود. هر قدر تداوی کردم مجبور نشد به ارتباط دوا و دکتر. بالاخره دکتر برای من گفت اگر میخوایی که تو باید از جور شوی صحتمند شوی باید تو ورزش کنی. گفتم من نمیتونم. چنه ورزش؟ گفت لااقل میتونی دوش هم کنی برات خوب است. روز اول 5 دقیقه 2 دقیقه بالاخره نیم ساعت روز 1 ساعت من تونستم دوش کردم. با وجود اینکه دوش کردم حال کرویات خونم بالا رفت. بسیار دکتر گفت حال 100% تو جور شده ای همیسه ورزش آنقدر فایده داره. ما بخواستم زنگ دیم برم شما برم کل باید بگویم که چشم دید خودم هست که ورزش بسیار و صحت مند بالیان واقعا تجربه که شما کردین تجربه ای هست که من خودم دیدم. چشم خود که دکتر هر قدر کرد من با دوا و تداوی دکتر مجبور نشدم. بالاخره هم دکتر گفت دوش کو تو جور میشی. دوش کردم مدت 2 ماه تیه نشد. رفتم کنترل پیش دکتر که وقتی کنترل کرد دید که کرویات خون پیدت. بسیار جا تشکر. لطف کن بسیار جا تشکر گرفتیم از تجربتان. لطف کن از تلفونتان. بسیار جا تشکر. شب شما خوش. زنده باشی. از تمام یک تشکر از پروگرام زیبایتان. تشکر از تلویزیون افغان. لطف کن. خداحافظ. پروگرام ورزش بفرمایید. پروگرام ورزش بفرمایید.
پروگرام ورزش بفرمایید. بیننده های عزیز، ما همیش میگیم که در تلفون های هندی زنگ نزنین، در نمره تلفون استودیو زنگ بزنین که رخ شوینده. اینجا در تلفون های هندی هم زنگ میایه، ما از تلفون هندی گرفته نمیتونیم، جواب برتون داده نمیتونیم. بله، نمره هندی را ما به خاطر ماندیم، کسایی که میخواین با ما ارتباط بگیرن، کدام بله اعلان داشته باشه، مسابقات داشته باشه، پروگرام ورزش بفرمایید. تلفن ما رو لایف برمادم. سلام برادر، خسته نباشین. لطف کنید، تشکر. خواستم ببینم امی ورزشکار ما رو که دیدیم خیلی خوشحال شدیم. بله، و از اون امی داخل خانه خیلی ذوق کردم. بله، و خیلی خوشحال هستم که افغانا همچین پیشرفت در ورزش کردن، و از شما تشکر میکنم که در سه فوتبال خیلی میان تشویق میکنین در حال ما. و میشناسم، خواستم که دمیج خیلی از شما تشکری کنم. و شما خود معرفی کنین، شما در هامبورگ زندگی میکنین؟ بله بله، من در هامبورگ زندگی میکنم. من آرش رحیمی هستم. رحیمی صاحب، آرش جان، البته ما جوانان نام خدا زیاد هستن و چهره ببینم حتمی میشناسم. تا جای امکان وظیفه ماست به صفت یک افغان، به صفت یک ورزشکار، در داخل هامبورگ، در داخل آلمان، در داخل اروپا، هر جایی که باشه افغانه خود را کش کنیم، تشویق کنیم، کش کنیم برشان خود برسانیم و اونا را چیز امکانات که باشه برشان در خدمتشان بودیم. بسیار زیاد تشکر برادر، لطف کنیم از این که زنگ زدیم. از برنامه خوب شما خیلی زیاد تشکر. خواهش میکنم، شب خوش. بسیار زیاد تشکر، لطف کنیم. بر شما خداحافظ. خداحافظ شما. پروگرام ورزش بفرمایید. سلام تاسم، شما خوب هستید؟ سلام برادر، بفرمایید. خدا معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من تیمور خمشنبوت هستم، از ایالت کریم بر فرق افغانستان خدمت شما در تماس شدم. بسیار زیاد مشرف شدیم برادر. ای اسپورت و یک مسائل دوپینگ خواهد خدمت عرض کنم. بله، کوتاه صحبت کنیم، وقت ما یک دقیقه یا وقت داریم، می آخری تلفن ماست، بفرمایید. بله، کوتاه خدمتتون عرض کنم که از پروگرام بیوتیفولی و شکرگزاری میکنم. دو وقتی من در رشته پرتاب و رد شرکت کرده بودم که یکی نفر از این مربیانی که با ما در تماس بوده برای مسابقات المپیک، بک ما یک پودری داده بود برای دوپینگ کنم و کسی با خبر نشه. از طوری که با ما داده بود، اینو در یک لیوان آب حل میکردم هر شب بعد از تمرین، این نوشه جان میکردم، یک ورم بیزه سراغ من آمد که تو من خودم ورزشی با بای لفتین کار میکردم، این وزنه که بلند کردم بیزه تپ ما دوچار پارگی رگ تحتانی مرزق های سرخگ جبین سمت چپ شده. بله، در مسابقات المپیک شرکت کردم، قبل از وزنه کشی ما رو که وقتی کردن، این مسئول وزنه کشی با ما گفت که چی در داخل شلوار خود تو از داخل شلوارم چیزی ندارم، گفت شلوار خود را کندن کن. گفتم نامستان، یک پودر به ما داده، این بیزه چپ ما کرده، وزن ما تو مسابقات بالا رفته. داری این وزن ما مشکل ساز نشه، ما خیلی زحمت کشیدم در مسابقات بخوام کت کنم. خب برادر، ما امیدوار هستیم وقت برنامه ختم شد، انشاءالله اگر لطف کنید یک برنامه دیگه که زنگ بزنید، ما شما در این راجع به این موضوع بسیار با گپ مهم هست، گپ بسیار خوب چیز هست، برنامه فرو کنم صحبت میکنیم. انشاءالله برنامه ختم شد و وقت پوره است، ختم میشه، معذرت ما رو ببخشید. بسیار زیاد تشکر. این موضوع بسیار مهم بود، در یک پروگرام بعدی شما باید صحبت کنید، چون برای یک ورزشکار که از طرف خود ترنرش دوپینگ داده شده موضوع مهم است. شریفی صاحب چند دقیقه خلاص است. خب بیننده های عزیز، برنامه ما به اینجا خاتمه یافت، تا برنامه بعدی که به تاریخ 18 نوامبر باز به خدمت شما میاییم، در خانه های شما میمان میشیم، همه ای شما رو به خداوند پاک یکتال میسپاریم. خدا حافظ و ناصرتان. خدا حافظتان، شب خوش.